از قدیم الایام توی همه دنیا ماشینای آمریکایی برای دو دیفرانسیلای آفرودی حرفا برای گفتن داشتن همیشه، و توی ایران هم این قضیه خیلی بولتر بوده، مخصوصا با کمپانی مثل جیپ. البته شورلت هم بوده با اون بلیزرش، ولی جیپ مخصوصا بعد جنگ جهانی دوم خیلی سر و صدا کرد توی دنیا. توی ایران هم این قضیه مستثنا نبود. جیپ میول، جیپ کائم و جیپ گرند چروکی، جیپ آهو، جیپ گالان، صحرا، توسن، کانادا، که اینا توی ایران هم حتی این آخری ها تولید شدن. اما جیپی که کچلوار پوشید و اومد روی آسفالت با همون ویژگی آفرودی، جیپ گرند چروکی، نسل چهارم جیپ گرند چروکی رو امروز آوردن، مدل 2017 پلاک گذر. ببینیم که این آمریکایی چی از آب در میاد با محکای ما. سال 1943 اگه جیپ را نمی‌افتاد، شاید امروز خبری هم از تویوتا لند کروزر و نیسان پاترول نمی‌بود. چرا که سال 1951 پاترول و لند کروزر اومدن پلتفرم جیپ جنگ جهانی دوم رو به آریت گرفتن، و امروز داریم به ماشین نگاه می‌کنیم که یکم لوکس‌تر از اون چیزیه که ما از جیپ ها توی ایران دیدیم و هنوزم اصالت توشه. بعد از گذشت 79 سال نیومده قید اصالتش رو بزنه. اگه توی جیپ های حالا شهباز و کیم و میول و اینا نگاه کنین، اون جلو پنجرهش شیارهای بزرگ و یعنی طویل و باریک داشت که همون ورودی هوا به داخل موتور بود. باز اومده اینجا کوچیکترش کرده، ولی همون اثر و همون اصالت رو نشون میده. منو یاد بی ام و انداخت. بی ام و هم جلو پنجرش عمودی بود و باریک، و بعد اومد کم کم افقیش کرد. البته جدیدن دوباره بزرگش میکنه. اینجا هم دقیقا جیپ همین کارو کرده، ارتفاعشو کم کرده. توی عکس و فیلم جیپ گرند چروکی خیلی کوچیک نشون میده، ولی توی واقعیت نگاه کنین ارتفاعش و هیکلشو خیلی گنده و یغور نشون میده. و این رنگی هم که اینجا هست بد جوری دل منو برده، به شدت چشم نوازه. گرافیک چراغا شاید بگم خیلی هم جدید باشه، نه نیست، ولی بازم دیلایتی که داره چشم نوازه. اون جلو پنجره که یه ذره کرومکاری توش به کار رفته، کاپوتی که یه دونه حالت کانال وسطش داره و بغلاش هم دو تا برآمدگی، پشت فرمون احساس قدرت خوب میده. طراحی جلوش به خاطر این کرومی هم که اینجا زده شده یکم لوکس نشون میده. این تریم لیمیتد هست که فول آپشنشه و تقریبا البته فول آپشن کامل کامل هم همه آپشن ها رو نداره، ولی آپشن های خوبی داره. و ماشین آمریکایی معمولا به خاطر آپشناش، مخصوصا آپشن رفاهی برای کاربران و مسافرانش، خیلی معروفه. توی نمای بغل یه ماشینی که مثلا جیپ جنگ جهانی رو شما بیاین کچلوار بپوچونین، ولی مثلا پاچاشو بده بالا آماده جنگ هنوز با اینکه کچلوار تنشه. بغلش رو ببینین، ارتفاع از سطح زمین بالا، رینگای بزرگ، لاستیکای بزرگ، رینگ 20 اینچی روشه که از بغل خیلی حس خوبی میده و هیکل ماشین عضلانی یغور است. این شیاری که اینجا داده شده، این کانال، خیلی چشم نوازه توی نمای بغلش و ارتفاع خوبی هم داره. شاید توی ابعاد زیاد بزرگ نشون نده به خاطر ارتفاعش. این ماشین از نظر ابعادی یه شاسی بلند مید سایز محسوب میشه، مثلا تویوتا پرادو، و از نظر طولی هم تقریبا با اون برابره، ولی ارتفاع پرادو خیلی از این بیشتره و این ماشین ارتفاعش کمتره. یه دونه روفرک اینجا هست. طراحی بغل به خاطر این کرومکاری بازم لوکس نشون میده، ولی من لاستیکای بزرگ و رینگای خفنش رو خیلی دوست دارم. از نمای بغل یه حس اسپورت خشن میده، اسپورت مثلا آفرودی. فقط این یه ذره پلاستیکایی که اینجا زدن شاید رو مخی باشه، یه پلاستیک شاید با کیفیت تر یا هم رنگ بدن. برای این همه لاکچری بازی به کار بردن این هم رنگ میزدن، به نظرم بهتر بود. خصیصه و ویژگی اصلی ماشین آفرودی اینه که زاویه ورود و خروج خوبی داشته باشن. یعنی موقعی که شما میخواین شیب بزنین یا برین یه جایی، یه سطحی که یهو شیبش زیاد میشه، باید جوری باشه که عقب ماشین یا جلوی ماشین نگیره به اون شیبه یا به سطح زمین. اینجا هم همینو ما میبینیم. توی جیپای دیگه، مخصوصا رنگلر که الان دیگه اصلی ترین محصول آفرودی جیپ هست،
همین دیده میشه. اینجام که نسخه میتونم بگم لوکس همون رنگلره، ولی پلتفرم یکی نیست، زاویه ورود خروجش کاملا رعایت شده. توی نمای عقب چراغای بزرگ و یکم چشم نواز. به نظر من نمای عقبش خیلی خوبه. یه ذره شیشه شیب داره یه بالای عقبی که اینجا زده شده و کرومکاری ریز فور این فوری که اینجا زده شده نیومده بنویسه 4WD یا AWD، فور این فور آفرودی قشنگ میرسونه بهتون که این ماشین چهار چرخ محرکه. و یه دونه تریم لیمیتد که براتون توضیح دادم. وقتی من میشینم دو تا چیز اصلی میبینم اینجا، یکی خروجی اگزوز به خاطر حالا قدرت ماشین و صدای خوبی که داره، الان صدا دارم یه استارت میزنم میبینی، یکم این بوکسل بندی که اینجا هست هم عقب هم جلو، بوکسل بندش قشنگ نشون میده که ماشین آمریکایی یغور گنده عباد بزرگ، در حالی که ماشین دیگه بوکسل بند کوچولو دارن. ایرانی کلا خیلی چیزاشون شبیه مردم آمریکاست، گنده پسند، قلدر معابانه و ماشینه خانوادگی، خانواده پر جمعیت، کلکلایی که سر ماشینه بزرگ انجام میدن مثل اروپایی ها نیستن. به خاطر همین ایرانی یه عرق خاصی به ماشینه آمریکایی دارن، همونطور که قدیم الایام هم ماشینه آمریکایی تو ایران بعضا تولید و مونتاژ شدن. ماشینه آمریکایی تو نسخه مید سایز یا فول سایز SUV هاشون همیشه اهمیت خاصی به صندوق عقب میدن، چون برای مسافرت و خانواده پر جمعیت باید راحت باشه. نسخه های فول سایزشون مثل کدیلک اسکلیت، شولت تاهو و لینکلن نویگیتور که 7 نفره و 8 نفره هستن، بازم صندوق عقب بزرگی دارن بعد اینکه ردیف سوم هم بلند شد. ولی توی ماشین ژاپنی خبری از این قضیه نیست. اینجا نسخه 5 نفره این جیپ گرند چروکی صندوق عقب خیلی بزرگی داره و امکانات به نسبت خوبی هم داره. ساب سیستم صوتی اینجا هست، خروجی 12 ولت و صندوق عقب برقی که اینجا البته بالا پایین میشه. یه چیز جالبی که من توی این ماشین دیدم، لاستیک زاپاسش کوموه ساخت ویتنامه. ما کوموه رو به اسم کره‌ای شناختیم، ساخت ویتنام باشه بعد لاستیک فابریک یه ماشین آمریکایی باشه خیلی برای من عجیب غریب بود. ولی در کل صندوق عقبش اوکی هست. اینجاش هم اومدن یه بخش پلاستیکی گذاشتن که خط و خش نیفته، حتی این آلومینیوم هم که اینجا گذاشتن یه تریم پلاستیکی هست البته، براش گذاشتن که خط و خش روش معلوم نباشه. در کل یه ماشین یکم جنگی ساخته شده بیشتر. در کل طراحی این ماشین شاید به خاطر اینکه کمتر دیده شده توی ایران و بیشتر همون گذرش میاد جذابه، ولی در کل المان‌های طراحیش هم جذاب و خاص هست. هم ارتفاعش از سطح زمین، طراحی رینگ و لاستیک جلو عقب، حفظ اصالت جیپ که خیلی خیلی مهمه. قبلا هم توی بررسی لندکروزر گفتم که چقدر اصالت مهمه. و مدل پایین‌ترش 2002-1993-4 تو ایران تک و توک پیدا میشه پلاک ملیش، اما این ماشین یه حس لوکسی میده از اون ماشین آفرودی که همیشه توی ذهنم بوده، جیپ شهباز و صحرا و کائم و میول و گالانت و خیلی از این ماشینا که ما باش سر و کار داشتیم، دورانی که اصلا شاسی بلندی مد نبود، شاید ته تهش همون موتور 2F یا FJ40 تویوتا بود که اونم تک و توک پیدا میشد. خاصه یه حسوال خاصی میده این ماشین به جیپ گرند چروکی نسل 4 همین نسلی که اینجا هست. دو تا تریم اصلی داره برای موتورش، یکی 6 سیلند یکی 8 سیلند. 6 3.6 لیتری تنفس طبیعی و 8 5.7 لیتری تنفس طبیعی. اینی که الان اینجا هست نسخه 3.6 لیتری 6 سیلندر خورجینی است، 295 اسب بخار و 353 نیوتن متر گشتاور، به وسیله گیربکس 8 سرعته اتوماتیک قدرت به 4 چرخ انتقال داده میشه و البته حالت‌های مختلف رانندگی برای آفرود که توی داخل صحبتشو میکنم. خوبی این موتور اینه که تنفس طبیعیه و خیلی کم به بنزین حساسه. من اون موقعی که توی اربیل عراق بودم تعجب میکردم که چرا تعداد این ماشین اینقدر زیاده نسبت به بقیه آمریکایی‌ها، و تا اینکه فهمیدم تنفس طبیعیه و اوضاع بنزین بد عراق که خیلی از ایران هم بدتر وضع بنزینشون، براشون فرقی نمیکرد و اینو میروندن و ازشون هم راضی بودن. این موتور یه صدای دلنوازی هم داره. یه استارت بزنیم بریم سراغ داخلش. و اما داخل جیپ گرند چروکی آمریکایی،
رو دریا قسمت بالای سافتاچ یه چوب خیلی با کیفیت، یه احساس فوق لاکچری به آدم میده. با اینکه این ماشین یه ماشین رده متوسط، قیمتش الان توی بازار جهانی حدود 30,000 دلاره، حتی کمتر نسخه 2017 و 0 کیلومتر 2022 که نسل بعد این محسوب میشه حدود 70,000 دلاره صفرش. افت قیمت آمریکایی هم همیشه زیاد بوده. یه کروم خیلی ریز پایین چوبه به کار رفته و اینجا همش سافت تاچ. کیفیت کلیدا کیفیت خوبی هست. صندلی مموری سیت داره، کیفیت چرم صندلی بعد از 44,000 مایل که حدود 70,000 کیلومتر میشه به نسبت خوب مونده، ولی نه به اندازه مثلا ژاپنی، در حد کره‌ای میزنه کیفیت صندلی. اما صندلی راننده و سرنشین بغلی سرد کن و گرم کن داره و صندلی عقب فقط گرم کن داره. امکانات رفاهی رو میگم که ببینید چه خبره. مموری سیت هم داره، صندلی برقی هستن، صندلی راننده تنظیم گودی کمر هم داره، حتی بالا پایین اون گودی هم داره. داشبورد یه متریال نرم و با کیفیت. ببینید این ماشین یه ماشینیه که ویژگی آفرودی داره و باید توی خاکی و توی بیراهه سر صدای کمی داشته باشه، وگرنه مثل ماشینای کره به ترق‌تروق بیفته دیگه مشتری ازش زده میشه. این ماشین هم همین جوریه، کیفیت مونتاژ خوبی داره، احساس محکم بودن و زیر دستتون میکنی حتما. یه کروم ریز دور سیستم اینفوتیمنت و دریچه کولر هست، مونیتور بزرگی که کیفیت خوبی داره. جالبه که آمریکایی باز مثل ایرانی خیلی علاقه دارن به مونیتور و مونیتور بازی اینجور چیزا. توی کدلک اسکلید جدید همین قضیه رو دیدیم، توی جیپ گرند واگونیر جدید که خیلی هم سر و صدا کرده باز این قضیه هست، و توی نویگیتور هم هست مونیتور بازی. ایرانی هم عاشق همین هستن. کیفیت خوب مونیتور، کنتراست خوبش نسبت به سال ساختش به نظر من جالب بود و ریسپاند خوبی که این مونیتور داره. این پایین دکمه ها خیلی تو دست، خیلی ساده جایگذاری شدن، راحت میشه ازشون استفاده کرد. متریالش خیلی های نیست بگیم خیلی عجیب غریب مثلا کیفیت خوبی داره، ولی جوری ساخته شده که برای مقاوم بودن بیشتر به چشم بیاد تا اینکه لاکچری بازی بکنه. این پایینم تراکشن کنترل خاموش روشن میشه و حالت اسپورت داره، حالت ایکو، و یه دونه هم اوتو استارت استوپش که اینجا خاموش و روشن میشه. سنسور پارکش هم همینجوری. این پایین امکانات رفاهی رو ببینید، یه دونه خروجی USB، یه دونه AUX، یه دونه استیک کارت و یه دونه فندکی کاپ هولدر که آمریکایی خیلی براشون مهمه. تازه این ماشین مثلا کاپ هولدر کم داره، دو تا کاپ هولدر اینجا که چفت و بندم داره. گیربکس 8 سرعته این ماشین که حالت تعویض دستی هم داره و شیفتره پشت فرمون که نگم براتون چه عملکردی دارن، توی رانندگی براتون میگم. صفحه کیلومتر میشه گفت دیجیتال آنالوگه، ترکیب کردن با هم دیگه. بغلیا یه تریم دیجیتال دارن پشتشون، یه نور خیلی کم رنگ و ملو با عقربای شیک نارنجی، و وسطش هم کیلومتر شمار دیجیتالی هست که حس خوبی میده ولی نه به اندازه تمام آنالوگا. باز بگم که قرار نیست همه مثل ما ماشین بازی به قضیه نگاه کنه، این ماشین بیشتر ماشین مصرف کننده هست که بتونه کمی هم با ماشین اشغال کنه. کنسول وسط این قسمتی محفظه که بدون هیچ آپشن خاصی ولی زیر آرنجی خوبیه و ارگونومی خوبی برای راننده حفظ میکنه. صندلی هم همین جوری، صندلی به نسبت راحتی هستن و خیلی نیمکتی نیستن مثل خیلی از ماشین‌های کره‌ای یا ژاپنی. این قسمت برمیگرده به اصل داستان که جیپ براش طراحی شده، یعنی آفرود. این ماشین من شاید بگم متاسفانه فور ویل درایو فول تایم است، یعنی همیشه چهارچرخش فعال هست و اینجوری نیست که بتونیم فقط یه دیفرانسیل رو فعال نگه داریم. عقب دیفرانسیل اصلی است و جلو هم به صورت درصدی اوتو بالا پایی میشه. یه دونه 4WD لو داره اینجا که همون کمک سنگینه به وزن این که بزنیم گشت آور بالا سرعت کم، و یه دونه کنترل حرکت در سراشیبی. یه حالت اوتو برای چهارچرخ داره، شما اینو که به چرخونین حالتهای ماد، راک، سند و سنو داره، برفی، گلولای، صخره و شنوماسه اینا رو داره که میتونین استفاده کنید. دو تا دکمه خالی اینجا داره که آپشنهای بیشتری به ما ارائه میده، ولی اینجا فعلا حالتهای رانندگی این ماشین رو بهمون معرفی میکنه که واقعا هم اینجوری هست. یعنی از مالکم که پرسیدم و از دوستانم که این ماشین رو داشتن، چون توی عراق من یه مدت بودم، حالتهای رانندگیش با هم فرق میکنه و کنترل خوبی روی چهارچرخ انجام میده. سقف پانورامیک این ماشین که خیلی استخو میده، از یه ماشین آفرودی این چیزا بعیده،
ولی باحاله که این ماشین داره. جنس سقف، پارچه سقف، یه جنس مرغوبی، نمیگم خیلی هایی ولی مرغوب و خوبه، حداقل نمد نیست که دیگه آشغال به نظر بیاد. چراغای اینجا چراغای فشاری هستن و یه دونه جاینکی اینجا، یه آینه فریم دار بزرگ. چیز جالبی که بود آینه هاش هستن که دید خیلی خوبی میدن، خیلی، یعنی منو یاد لند کروزر اینو انداخت، با اینکه ابعاد این از لند کروزر کوچیک‌تره و مثل پرادو ابعاد خوب، بزرگ، آینه خیلی شیک و خیلی هم دید خوبی از عقب ماشین میده، یعنی بغل ماشین هم خودش تو دید هست. این ستونا زیاد بزرگ نیستن، ماشین برخلاف اینکه هیکل گنده‌ای داره و 2 تن و 100 کیلوگرم هم وزن داره، اما دید خوبی داره، راحته برای رانندگی، خیلی پت و پن نیست که اذیت کنه یا مثلا پرادو لند کروزر دید کمی داشته باشه. این ماشین از اونها دید بهتری داشت. در کل من ردیف جلو رو دوست داشتم و فرمونشم که اصل کاره برای راننده، به نظر من حسال خوبی داره، یه چاشنی آفرودی و یغور بودن و محکم بودن با امکاناتی که روش از کروز کنترلر و شیفترهای پشت فرمون و کیفیت ساخت خوبی که داره، خوش دست بودنش، یه متریال نرمی که داره، من دوستش دارم فرمونشو. و اینجام نوشته سینس 1943 یا 1941 که از سال 1941 این ماشین و این برند، البته نه این ماشین، این برند لانچ شده که میشه به نوعی گفت پدر بزرگ و اصل کار لند کروزر و پاترول هست. بریم سراغ ردیف عقب. و اما ردیف عقب متریال ساخت همه چی مثل جلو، اون احساس کیفیت خوب رو میده، با اینکه ماشین شاید بیراه نورد باشه که یکم لوکس شده. دستگیره اینجا حس خوب میده برای سوار شدن. در رو که میبندین یو پیکره ماشین بوم صدا میده، احساس کیپ بودن و محکم بودن رو القا میکنه. صندلی عقب من تنظیم کردم، صندلی جلو رو خیلی راحته و جالب اینجاست که تنظیم پشتی هم داره، وقتی که اینجوری هم میکنین مثل سواری میشه، یعنی لم میدیم راحت پا زیر صندلی میره، فاصله زانو خیلی اوکی و راحت. جنس صندلی هم گفتم که جنس خوب و مرغوبی است، در حد شاید میشه گفت کره‌ای ها، یه ذره بهتر کره ژاپنیا. این وسط بامپ خاصی نداره، خیلی ریس هست و من خیلی کیف کردم، صندلی راحته. فاصله سر رو نگاه کنین، یه دنیا فاصله سر داره، یعنی قد 195 هم اینجا راحت میشه، شاید 2 متر به مشکل بخوره این عقب، اونم البته بعید میدونم. این وسط 2 تا کاپولدر ساده، زیر رنجی بلند و راحت. و این قسمت که امکانات رفاهی ماشین برمیگرده، کولر که کولر ماشین هم خیلی کولر خوبی داره، خوشبختانه همین الانش هم روشن ماشین و کولرش، گرم کنه صندلی عقب اینجا، و 2 تا خروجی USB. گفتم امکانات رفاهی برای ماشین آمریکایی اکثرشون خیلی مهمه، USB باید داشته باشن، دریچه کولر، همه چی ردیف. از سقف هم که پانورامیک هست و احساس خوب میده، اصلا یه فاز مثلا آفرودی کم امکانات نمیده. حالا مثلا ماشین های تویوتا بیشتر، تویوتا نیسان البته، وقتی ماشین رو آفرودی طراحی میکنه میان همه امکاناتشو میگیرن و فقط میگن آقا دوام، در حالی که میشه دوامم کار کرد و امکاناتم اضافه کرد که اینجوری حداقل رفاه بیشتری باشه دیگه. اون زمانه گذشت طرف بره مثلا تو آفرود 3 ساعت نه کولری لازم داشته باشه نه هیچی. اینه که منو یکم میگم قلقلک میده به اینکه این ماشین رو دوست داشته باشم و به خیلی از انتخابای ژاپنی ترجیحش بدم. من زیاد دنبال همیشه دوام و اینجور چیزا نیستم. باحاله، ردیف عقبش به نظر من کاملا اوکی برای 3 تا سرنشین. بریم سراغ رانندگی با جیپ گرند چروکی 2017. شاید بگم اولین تست ماشین گذر موقت به این شکل توی ایران هست که به چالش کشیده بشن، در نوع خودش میتونه جذاب باشه. اولین چیزی که نظر منو جلب کرد موقع رانندگی، تنظیم صندلی که انجام دادم، فرمون انقدر اومد بیرون که تا حالا هیچ ماشینی رو ندیدم از اینه که بررسی کردم، انقدر تلسکوپی فرمون بتونه جای بازی داشته باشه برای بیرون اومدن که جالب بود واسه من. بی سر و صدایی و کیپ بودن اتاق یه ویژگی جالب دیگه است. یه ماشینی که حدود 30,000 32,000 دلار قیمت داره و توی نسخه 0 کیلومترش 70,000 دلار قیمت داره، همرده تویوتا پرادو هست،
لند کروزر پرادو، عایق بندی اتاقش هم تقریبا مثل اونه، فقط رینگای 20 اینچی ماشین باعث میشه که یه سواری یکم اسپورت‌تر و یه ذره خشک‌تر رو بهمون بده. اون بازی که توی تکونای ارزی معمولا ماشین داره، ماشین شاسی بلند مید سایز مثل پرادو، این ماشین کمتر اونو داره ولی اون نرمی رو باز داره و توی چاله چوله ها پرادو از این نرم‌تره. با پرادو مقایسه می‌کنم چون قیمت‌های جهانیشون به هم دیگه نزدیک هست، دیده به اطراف، دیده به جلو و عقب توی شرایط خیلی خوبی است و راحت رانندگی، راحت فرمونی که نه خیلی سفت نه خیلی شله و حالت رانندگی که من میذارم روی حالت اسپورت که یکم بیشتر بهمون حال بده. گیرباکس 8 سرعته این ماشین یکی از جاهای جالبه این ماشینه که برعکس این که شاید فکر کنیم آره آمریکایی مثلا شاید زیاد قوی نباشه توی گیرباکس و اینجور چیزا، اما اینجوری نیست و ریسپاند به حدی خوبی داره. ببینید حالت اسپورت که من روشن میکنم فوری دنده سبک و سنگین میشه، الان دنده سبک شده، الان دقت کنین وقتی که من اسپورت میذارم یه دنده سنگین میکنه که دور موتور بیاد بالاتر آماده به کار بشه. گیرباکس این ماشین به نسبت قیمت این ماشین واقعا سریه و قررش موتور 6 سیلندر شاید برای یه سری ها اذیت کننده باشه، اونایی که با ماشینای اروپایی مقایسه کنن، ولی با ماشینای ژاپنی یا حتی خود هویت آمریکایی اگه بخوایم این قضیه رو بررسی کنیم خیلی لذت بخشه. موتور 6 سیلندر تازه یه نسخه داره که موتورش هیولاست، جیپ گرند چروکی ترک هاک که 700 اسب بخار قدرت داره و یه هیولای برای خودش، خیلی هم تریم کم تولیدی بوده و زیاد تیراژ بالایی نداشته، تیراژ بالاش همون موتور 6 و 8 تنفس طبیعی که گفتم بوده. کلن حسال خوبی داره، موتور تنفس طبیعی از 3.5 لیتر 295 اسب بخار کشیدن به وسیله گیرباکس اینقدر فرزوسری به نظر من باحاله. به هر حال آمریکا هم یکی از اولین دارندگان تکنولوژی تولید ماشین بوده، مخصوصا خودروهای دو دیفرانسیل آفرودی که حرفا برای گفتن داشته همیشه. قرشی که از دور موتور حدود 4 به بعد به گوش میرسه خیلی گوش نوازه و شاید بگم یکی از نکات مثبت بزرگ این ماشین ترمزاشه. آقا ماشین همرده این که میشه پرادو ترمز میگیری عملا ترمز نداره و حتی لکسوس جیکس 460، حتی لکسوس الیکس 570 ترمزش مثل این قوی نیست. این ماشین ترمزش فوق‌العاده بود، یعنی من توی سرعت بالا تست کردم خیلی خوب ماشین رو جمع میکنه و توی هندلینگ هم حتی ببینید گیرباکس که معکوس رو خیلی راحت و تمیز میکشه. دور موتور تا 6200-300 بخوام ترمز بگیرم، یعنی به حدی خوب ترمز میگیره، میخکوب میکنه سر جا بدون اینکه لنگر بندازه، بدون اینکه احساس ناامنی بده، حس یه سواری اسپورت رو بهتون میده. برای من خیلی جالب بود این قضیه. توی هندلینگش میبینین که حالا هندلینگش یه سری داستانا داره، سواری راحت این ماشین و رانندگی آسونش به نسبت اینکه ماشین گنده و هیکلداری هست به نظر من باعث میشه که به این انتخابا فکر کنه آدم، مثلا با 33000 دلار بری اینو بگیری یا مثلا رفور 2020-21 رو بگیری یا 22 حتی، که این ماشین قدرت خوبی داره، گیرباکسش فوق العاده خوبه، یعنی من اینقدر از گیرباکسش تعریف میکنم چون جا داره برای تعریف. میذارم رو حالت دستی و رو حالت اسپورت هم هست، الان معکوس ها رو فقط ببینیم، فوری ببین دنده هم که میدم فوری عوض میکنم. منو یاد ماشین آلمانی رد بالا مثلا سری 5 و سری 6 و 7 میندازه، خیلی برام جالب، یعنی در حد اونا ریسپاند گیرباکسش قویه. الان دوباره توی سرباله چک میکنم ببینیم که اینجوری هست یا نه. ببینید معکوس کشیدم فوری، اگه دستمو ببینید به محض اینکه میزنم دنده عوض میکنه بدون لک بدون هیچی، که
جالبه برای ماشین شاسی بلند نه چندان گرون قیمت، مثلا برابر این بخوایم پرادو رو مقایسه کنیم، پرادو وقتی که شما رو حالت دستی دنده میدین یه فکری میکنه، یه چایی میخوره، بعد براتون دنده عوض میکنه، تازه با 6 تا سرعت. این ماشین 8 سرعته است و گیربکسش زبان زده به نظر من. خشکی و نرمی سیستم تعلیقش به پرادو نمیرسه، چون پرادو فوق لاستیکش خیلی بزرگتر از اینه و اصلا قابل مقایسه نیست. به خاطر اون فوق لاستیکش پرادو از این نرمی بیشتری داره، اما این ماشین تکونه عرضی کمتری هم داره، چون فوق لاستیکش بلندتر، رینگ 20 اینچی روشه و به خاطر همین حس امنیت بیشتری بهت میده. پرادو اینجوری میکنه. درسته پرادو هم آفرودی هست و ماشین دو دیفرانسیل خیلی هم ادعا داره، اما تکونه عرضی پرادو به خاطر ارتفاع بلندترش، هم ارتفاع زمینش، نشیمنگاه راننده کلا بلندتره پرادو، به خاطر اون حس ناامنی بیشتری داره، ولی نرمتر هم از توی عوارض جاده و چاله چوله ها. ماشینه گذر موقت اکثرا وقتی به داخل ایران میان به خاطر کیفیت پایین بنزین به مشکل میخورن. این ماشینا، ماشینای تنفس صبی، کمتری مشکل براشون پیش میاد و جیپ گرند چروکی که الان زیر پامون هست و داریم میرونیم به راحتی با این قضیه کنار اومده. چرا؟ چون بنزین آشغال عراق مقابل ایران خیلی کیفیتش پایین تره و مال ایران برای اون سوپر خیلی عالی محسوب میشه، حتی بنزین معمولی ما. یه نکته مثبت دیگه دوباره در مورد گیربکسش بگم، دور موتور حتی یکم هم بالا باشه به نسبت بقیه گیربکس ها، بازم شما معکوس بدین ببینید تا 5000 تا معکوس رو براتون میکشه. و خوبیش اینه که کاتاف رو نگه میداره، باورتون میشه؟ ببینید الان من گاز میدم دنده عوض نمیکنه تا من عوض نکنم، و ماشین آفرودی باید اینجوری باشه واقعا، حالت دستی یعنی من خودم دنده عوض کنم، نه اینکه ماشین برام عوض کنه موقعی که رسید به جایی که نباید عوض کنه. شتاب 0 تا 100 این ماشین به نظر من باید جالب در بیاد. تنفس طبیعی با بنزین ایران تو اون ارتفاع و وزن 2 تن و 100 کیلویی رقم جالبی میده. بریم ببینیم برگردیم. قبل از اینکه بریم سراغ 0 تا 100 جیپ گرند چروکی 2017، توصیه میکنم برای اتصال به یوتیوب و دیدن انواع ویدیو، مخصوصا ویدیو خودمون، کانال خودمون، از گذرازات با کد تخفیف سالار استفاده کنین. کلی سرور از کلی کشورها و با کلی پروتکل که قطعی خیلی کمی داره و سرعت بالایی. اما جیپ گرند چروکی 2017 موتور 6 سیلندر خورجینی 3600 سیسی، تنفس طبیعی، 295 اسب بخار، 353 نیوتن متر گشت آور، ارتفاع سطح درمون 1570 متر، ماشین 2 تن و 100 کیلوگرم با بنزین سوپر، منطق سرنشین. بریم ببینیم که چی کف تایرون بهمون میده. گیربکس 8 سرعته، 4 چرخ محرک، کولرم خاموش میکنم و میذارم رو حالت اسپورت، دندره میذارم رو حالت دی، چون روی حالت دستی شاید یه ذره این ور اون ور بشه، 0 تا 100 عوض بشه، ولی بازم اینو امتحان میکنیم روی اون حالت دستی. روی اوتوماتیک تراکشن کنترل هم خاموش میکنم ببینیم که هرزگردی داره یا نه. هرزگردی که نداشت، متاسفانه با دند 3 به 100 تا میرسه، 11.97، یعنی تقریبا 12 ثانیه. بریم رو حالت دستی هم امتحان کنیم ببینیم که چی بهمون میده. حالا دنده رو میذارم رو حالت دستی، روی این حالت باید خودم دنده عوض کنم چون ماشین روی کاتاف وای میسه، ببینیم که این دفعه چجوری عذاب در میاد. نذاشتم این یکی رو، اینه کم همینطور 12.68، تازه بدتر هم شد، چون گفتم بهینه حالتش اینه که خودش عوض کنه. روی ماشینه ای که خود دنده عوض میکنی به خاطر اون لگ ریزی که داره ممکنه چند دهم ثانیه اختلاف داشته باشه و همینطور هم شد. پس 0 تا 100 شد همون 12 ثانیه. حالا با شرایط ایران و ارتفاع سطح دریا و ما بقیه مسائلی که همیشه تو ایران باش
برخورد داریم. شتاب 0 تا 100 که دیدیم برای شاسی بلند پیچ لواسون یکم سمه و هرچی شاسی بلند تا حالا بررسی کردیم اکثرا قصر ازش در نرفتن. این ماشین هم ارتفاعش به نسبت بلند دو دیفرانسیل آفرودیه، زیاد ازش انتظار من ندارم که بیام با ماشین سواری یا مثلا حتی تیگوان و آدی کیو 5 مقایسش کنم، اما با پرادو و لندکروزر با کیو مهاوی با وراکروز اینا که ارتفاعشون بلندتره با اینا مقایسش میکنم ببینم که چی عذاب در میاد. میرسیم به پیچ لواسون، ترمزش واقعا فوق‌العاده است. ببینید تو سرعت 60 لنگری میندازه ولی نسبت به پرادو لند کروزر احساس امنیتش خیلی بیشتره، خیلی بهتره از اون موزش. یعنی دلیل اینجا عقبش در میره، ماشین کنترل میکنه، ESP‌ش خوب نگه میداره و بریم سراغ پیچ بعدی هم ببینیم چجوری میشه. یه ترمز سنگین بگیریم، حرف نداره ترمزش خیلی خوب. به خاطر شاسی بلند بودنش و ارتفاع زیادش مسلما مثل سواری ما نمیتونیم به این ماشین فشار بیاریم و محکش بزنیم، اما خیلی جالبه که از خیلی گزینه‌ها بهتره. حالا بهتون میگم، بذارید این تموم بشه. شما احساس میکنین که تراکشن کنترل داره ماشین شما رو کنترل میکنه، نمیذاره در بره. حتی من موقعی که داشتم میومدم یهو یه جا فرمون دادم ماشین کامل در رفت، مخصوصا جلوش. یکی از ایرادات هندلینگ این ماشین جلوشه که کم فرمانی داره و در میره. با اینکه چهارچرخ محرکه ولی اونقدر هوشمند نیست که توی هندلینگ مثل چهارچرخ‌های اروپایی عمل کنه. این قضیه رو من توی ماشین دیدم، اما بازم تراکشن کنترل فوری ترمزها رو گرفت، محدود کرد و نذاشت که ماشین در بره بخوره به نیوجرسی ها. توی سرباله جاده لواسون هستیم، برای پیچه لواسون کولر هم روشنه، دو تا سرنشین توی ماشین نشستیم. کولرش واقعا خنک کنندگی خوبی داره، من الان سرم درد گرفت انقدر خنک شد داخل ماشین. جون خوبی هم داره، خوب راه میره ماشین با اینکه تنفس طبیعیه و 2 تن 100 کیلو هم وزن داره، اما خوب راه میره توی سرباله. میرسیم به اولین پیچ که یکی از تونترین پیچ های این مسیر هم هست. به نسبت خوبه به نظرم، به نسبت حالا میگم چیا خوبه، ولی هم جمع کردنش هم عدم تکونای خیلی اضافیش باعث میشه که احساس خوبی بهمون بده. عقب یه بدی داره، الان فهمیدم سرنشین عقب دستگیری بالا رو نداره متاسفانه، این دستگیره رو ردیف عقب ندارم و متاسفانه اون سرنشین عقبی مجبور شده در رو بگیره برای اینکه خودش رو نگه داره، با اینکه کمربندم زده. حتی ببینید اینجا من زیاد فشار نمیارم چون تو همین پیچ موقعی که داشتیم میمدیم سر لوکیشن ماشین در رفت، جلوش هم در رفت اتفاقا. جم میکنه و خیلی خوب هندل میکنه، به جرأت میتونم بگم نسبت به تمام شاسی بلند ها و کراسوور های ژاپنی و کره‌ای بهتره، یعنی از همهشون بهتره. این هیچ بخوام با بقیه اروپایی مقایسه کنم، حتی از انیکس هم این بهتر. من انیکس هم بوندم توی این پیچ ها، بررسیشو هنوز نذاشتم. و با اروپایی اگه مقایسه کنیم شاید در مقابل بعضیاشون، نه همشون، کم بیاره.
به هر حال تکنولوژی آمریکایی هست و کلی حرف و کلی خط و نشون توی گذشته این ماشین هست برای شاسی بلند و چهار چرخ محرکا، برای همین نمیشه مثلا گفت که آره آمریکاییه، شاید به اروپایی نرسه. فعلا که تا جایی که من بررسی کردم، من روندم، همه کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها شاسی بلند کراس اوور رو کنار زد با کیفیت سواری و اون تعادلی که سر پیچا نگه می‌داره. برای جمع‌بندی، ماشینی که حدود 30,000 تا 32,000 دلار قیمت جهانیشه و نسخه پلاک ملی نداره، یه ماشین دو دیفرانسیل آفرودی که آپشن‌های آفرودی هم داره و یکم هم لوکسه، یعنی یکم لاکچری بازی توش انجام دادن، با پیشینه قوی جیپ، جیپ آمریکایی و حتی اسم همون آمریکایی بودنش هم خودش خیلی حرفه. رقیبای زیادی تو این قیمت نداره برای بازار جهانی، حالا تو ایران هم که هیچ. اما شما بگیم که اصلا بحث قیمت اینا رو بزنین کنار، با این ماشین حال میکنین یا نه؟ اصلا نظرتون چی بود در مورد این بررسی؟ اولین بررسی گذر موقتمون که اولین بررسی گذر موقت تو ایران هم از اینجوری به چالش کشیده میشه. نظرتون رو بگیم، بریم سراغ ادامه گذر موقت رو که ببینیم اونا چی از آب در میاد. خوشحال میشم که چنل سابسکرایب کنین، لایک بذارین، تا بررسی بعدی و ماشین بعدی بدید.